آقای یوسف آقون، سلام و درود بر شما. با سلام به شما و با سلام به شنوندگان عزیز مجله کارگری رادیوی راهکارگر. میخواستم نظرتون رو راجع به نقش اتحادیه‌های کارگری تونس در انقلاب اخیر این کشور جویا بشم. در واقع مسئله مهمی که هست اینه که میشه گفت با ضریب بسیار بالایی که انقلاب تونس رو که تا اینجا رسیده رو در واقع اتحادیه‌های کارگری تونس سازمان داده، چیزی که به اصطلاح همیشه از طرف رسانه‌های بین‌المللی طرفدار سرمایه‌داری، رسانه‌های عمومی در سایه قرار می‌گیره و معمولاً از طرف حتی طرفداران انقلاب هم مورد اغمان، مورد چشم‌پوشی قرار می‌گیره. اگر نگاهی بکنیم به روند انقلاب تونس، در واقع میشه گفت که این انقلاب رو اتحادیه‌های کارگری سازمان دادند. نطفه های این انقلاب در واقع از مبارزات کارگران معدن فسفات شهر قفسا شروع شد در سال 2008. با همین مضمون به اصطلاح بیکارسازی ها بود، آغاز برنامه ریاضت اقتصادی و خصوصی سازی های وسیع بود، همراه با فسادی که خانواده تراپلسی و بن علی مخصوصا دیدنش خصوصی سازی های مثل ایران، یعنی خصوصی می کردن این که متعلق به مردم بود و دولت بود و به خانواده خودشون بود، کمپانی هایی که خانواده خودشون صاحب بودند، زنش و برادراش و اینا غارت می کردن به این. از این طریق بیکارسازی هایی رو شروع کردن. در واقع معدن فسفات تونس یکی از بزرگترین شرکت هاست. تظاهراتی علیه بیکارسازی ها در ژانویه و سال 2008 آغاز شد. در واقع در منطقه قصفار که چندین شهر هست گسترش پیدا کرد این اعتراضات کارگری و از اون به بعد تقریبا خاموش نشد و در واقع نطفه های حرکات اعتراضی در برابر فقر مردم، در برابر خصوصی سازی ها، بیکار سازی ها از سال 2008 توسط اتحادیه های محلی کارگری شروع شد. در ادامه مبارزاتی که به اصطلاح همه در جریان هستند که از دسامبر و ژانویه هم ادامه داشت در یک ماه گذشته و به فرار بن علی منجر شد، میدونیم که در واقع یک حادثه‌ای در شهر بن عزیزی به اصطلاح کارگری که فرد بیکاری که تحصیل کرده بود در واقع خودش رو به آتش کشید. بعد اینکه پلیس مصادره کرد و بساط میوه فروشی رو، دیگه چاره ای نداشت، خودش رو سوزوند. در نتیجه شعله‌ور شد این آتش انقلاب و اوجش نقطه مهمی نستش که اوج این روند انقلابی که اعتراضات و تظاهراتی که شروع شد در اواسط دسامبر در روز 12 ژانویه به اوج خودش رسید که در واقع تظاهراتی بود که اتحادیه‌های کارگری تونس سازمان دادند و علیه بیکاری و علیه فقر و نسبتی که بر کارگران و بیکاران حاکم بود و در روز 12 ژانویه که در برابر دفتر اتحادیه‌های سراسری تونس اونجا شروع شد. پلیس وحشیانه حمله کرد و 50 نفر از کارگران رو و بیکاران رو در اونجا کشت در نتیجه تیراندازی و اونجا بود که به نقطه برگشت ناپذیر خودش رسید و از اونجا هم اتحادیه‌های کارگری همراه با موج انقلابی به تاکتیک‌های انقلابی روی آوردند و بدین وسیله مثلا مبارزات کارگری همراه با تظاهرات مردم سرنگونی رژیم یا فرار دیکتاتور تونس رو بن علی رو قطعی کرد. بنابراین میشه گفتش که اتحادیه‌های کارگری در انقلاب تونس نقش مرکزی داشتن. در واقع ما شاهد یک انقلاب کارگری هستیم که اتحادیه‌های کارگری در مرکز و در این که دلائل این که چرا اتحادیه‌های کارگری اینطور شدن بسیار بحثای زیادی هست در موردش میشه کرد. یک، در مورد خود اتحادیه‌های کارگری که به حال اتحادیه‌های رسمی بودن، یعنی اتحادیه ملی
اتحادیه‌های کارگری تونس و با به هر حال اینها با در دورانی که رکود و اینها بود رهبری اینها با خواهان مذاکره بودند با بن علی و دور دستش و اینها، ولی اتحادیه‌های محلی رهبرانشون بودند که این در رده‌های پایین‌تر همراه با کارگران این انقلاب رو سازمان دادن که خودش بحثه. و یکی هم که به هر حال احزابی که بتونن اونجا وجود داشته باشند که میراث منفور در واقع همه دیکتاتوری هاست، در واقع اونجا وجود نداشتن، چند تایی وجود داشتن که در مهاجرت میتونن چه نقشی نداشتن. بحث هایی که هست به هر حال در مطبوعات هم که نگاه بکنی در مطبوعات بین المللی یا نقش اتحادیه های کارگری نمیتونن انکار بکنن، انقدر برجسته و روشن هست. و بحث هم هست در مورد بعضی سازمان های اسلامی که حالا وارد صحنه شدن یا بزرگ میکنند که به نفعشون هست، ولی میدونیم که در گروه های اسلامی که اونطور هم مثل بنیاد راه هم نیستن چنان نقشی در مبارزات و در مردم تونس که عموما لایک هستند و این گرایش رو ندارند، اون جریان های اسلامی هم نقشی ندارند. به این دلیل در واقع اوضاع در تقریبا تمام دیکتاتوری ها و به اضافه شرایط بحرانی جهانی سرمایه‌داری اتحادیه ها رو به مرکز مبارزات مردم در کشورهای مختلف تبدیل میکنه. که چرا؟ به این دلیل که به هر حال بیکاری و فقر ناشی از جهانی شدن سرمایه‌داری و برنامه های خصوصی سازی و حالا بحرانی که ریاست اقتصادی رو در دستور تمام دولت ها قرار داده، بناگزیر فقر و گرسنگی و بیکاری بیشتری رو برای مردم و در درجه اول کارگران و جوانانی که فرزندان اونها هستند در حقیقت که امید آینده ای هم ندارند، یعنی فرزندان کارگران، باعث میشه که مثلا مسئله بیشتر به اونها فشار بیاره و در نتیجه اونجایی که اتحادیه هستند یا کارگران و در واقع بیکاران و جوانان بیکار اینا در به مرکز مبارزات انقلابی یا مرکز مبارزات سیاسی در جوامع مختلف تبدیل بشن. حتی در کشورهای اروپایی هم همینطور هست، اونجور که ما در حوادث فرانسه شاهد بودیم در مورد مسئله گسستگی. مجموعه فعالین کارگری و چپ چه درسی میتونن از این انقلاب تونس که اتحادیه‌های کارگری در مرکز این انقلاب قرار داشتن به دست بیارن؟ الان درس های این انقلاب تونس از دیدگاه این که اتحادیه‌های کارگری در مرکز این انقلاب قرار گرفتن، توجه فعالین کارگری رو در سطح جهان هم جلب کرده. نشریات اتحادیه‌های کارگری اروپا نگاه بکنیم، همه جا میبینن که میگن که این انقلاب یا مبارزات اتحادیه‌های کارگری تونس درس‌هایی برای اونها هم داره، که اونها هم، یعنی ما میبینیم که در کشورهای اروپایی، در کشورهای پیشرفته سرمایه‌داری هم، در اروپا هم برنامه ریاضت اقتصادی به بهانه کسری بودجه و تأمین اون از طریق سرشکن کردن اون به سودهای مردم، کارگران و زدن تقریبا تمامی بودجه های رفاهی، اقتصادی، اشتغالزا، بهداشتی، در حوزه درمان، همه رو دارن میزنند برای اینکه به اصطلاح این کشورها در واقع دچار کسری بودجه هستند، همونجور که در فرانسه هم بودیم، همه رو تحمیل میکنن، فشار زیادی به روی کارگران و مردم زحمتکش آوردن. میگن که درس هایی که از مبارزه اتحادیه های کارگری تونس میشه گرفت اینه که ما هم اگر سطح مبارزاتمون رو بالا نبریم، در واقع فشار رژیمی ها برای بیکارسازی ها، خصوصی سازی ها، زدن امتیازات و حقوق کارگران، کاهش دستمزد کارگران و افزایش زمان کار و حتی طول عمر کار، یعنی بازنشستگی هم زیاد خواهد شد. این در اصطلاح مقالات مختلفی در نشریات اتحادیه‌ای نوشته که اتحادیه‌های کارگری تونس درس‌هایی هم به ما داده. این برای فعالین اتحادیه‌ای خودش
این امید رو به وجود آورده که با این نوع از مبارزات میشه که در واقع سرمایه‌داری عرب نشوند و اتحادیه‌های کارگری بدین وسیله به خواستاشون برسند. روش‌های اونطور که در مثلا اتحادیه‌های کارگری مردم رو بسیج کردن در تظاهرات و مثل اونی که در انقلاب ما مساجد نقش داشتن در بسیج مردم، تدارک اونها، به راه انداختن تظاهرات و تدارک تظاهرات ها و اینا، اتحادیه های کارگری تونس و دفاتر اونها در شهرهای مختلف تونس چنین نقشی رو بازی کردن. این برای فعالین کارگری حتی در اروپا که به هر حال در کارگران در همه جهان با مسائل مشابهی الان روبرو هستن گفته میگن که این درس ها رو برای ما داره که بگیریم که چطور میشه که سرمایه‌داری رو عقب نشوند. اما برای فعالین چپ هم این مسئله هیچ اعتقادی به اتحادیه‌های کارگری به عنوان مثلا نیروی اصلی سوسیالیست اونطور که مارکس میگفت نداشتند و درکشون این بود که اتحادیه‌های کارگری اتحادیه‌هایی هستند که برای دستمزد، برای بهبود شرایط مبارزه میکنند، بنابراین رفورمیستند. با اتحادیه‌ها اساساً نمیتونن نقشی برای انقلاب داشته باشند و موقعی هم که انقلاب فرا برسه اتحادیه‌ها دورانشون تمام، یعنی به عکس اون چیزی در که مارکس بود. از نظر مارکس البته اتحادیه‌ها ذاتاً انقلابی هستند نه ذاتاً رفورمیست. بایستی تا دورانی که رکود هست اتحادیه‌ها برای بهبود، برای بهبود دستمزد و شرایطشون و در نتیجه برای رفورم مبارزه کنن. اگر نکنند نیروشون رو از دست میدن. تاریخ جنبش چپ از اون زمانی که خود مارکس وجود داشته تا زمانی که ما حالا هستیم این تناقض در رابطه با اتحادیه‌های کارگری و رابطه‌شون با انقلاب و سوسیالیسم وجود داشته و همین هم موجب شده که سکتاریسم چه در زمان مارکس، یعنی سکتاریسم از درک مارکس این بوده که از کارگران و اتحادیه‌های کارگری هر جریانی جدا باشه سکتاریسته، یعنی اینکه برای خودش برای حرفا مبارزه میکنه و نیروی اصلی سوسیالیست که طبقه کارگر هست و اون هم در اتحادیه‌های کارگری سازمان پیدا میکنه رو نمیبینه و این تناقض هم باعث شده که تاریخ سکتاریسم طولانی بشه و ریشه دار. انقلاب تونس با توجه به اینکه هیچ حتی رسانه‌های بورژوایی هم انکار نمی‌کنن که از اتحادیه‌های کارگری شروع شد، از مبارزه برای خواستهای کارگری شروع شد، اینجا مرکز تظاهرات، سازماندهی تظاهرات مردم بود، اتحادیه‌ها مرکز اصلی انقلاب تونس بودند. که انقلاب تونس هم از لحاظ خواستها، از لحاظ شروع، از لحاظ پایه کارگری، از آزادی های سیاسی شروع نشد یا از اصلاحاتی برای درون رژیم یا از اصلاحات یا مثلا خواسته های طبقه متوسط برای مثلا تأمین قانون اساسی یا اجرای قانون اساسی یا حقوق شهروندی یا غیره میبینیم که صحبتی نبود یا شروع نشد. از مسائل روزمره مردم، از فقر و بیکاری و گرسنگی شروع شد و از اعتراض به اون حتی رسانه‌های بورژوایی هم این رو انکار نمی‌کنند. اگر این کار نکنند یا اگر بگیم که این انقلاب انقلابی بود که اتحادیه‌های کارگری سازمان دادن، خواستاش کارگری بود، میشه گفت این یک انقلاب کارگری بود که همونجور که مارکس باور داشت از طریق مبارزات اتحادیه‌ای و گسترش اونها به سطح بالاتر ممکنه. با تشکر از شما آقای یوسف آبخون که در این گفتگو با ما شرکت کردید. برای من شما تشکر میکنم.